رئیس جمهور ما بعد از 13 سال و به دعوت رسمی بشار اسد در حال فردا انشالله در صدر هیئت المپیک به سوریه سفر میکنه. پیش از این دو مرتبه رئیس جمهور محترم سوریه در این ایام به کشور ما سفر کرده بود، ولی این سفر اولین سفر بعد از تنش آفرینی و جنگ افروزی داخلی مجموعه تروریستی داعش با حمایت برخی از حامیان تروریسم جهانی و منطقه‌ای اتفاق افتاده بود و در این ایام سفری از رئیس جمهور در این سطح به این کشور صورت نگرفته بود. خب این سفر قطعاً به ویژه برای هم دو کشور، هم برای جبهه مقاومت، سفر بسیار راهبردی خواهد بود. دو کشور آمادگی برای همکاریشون در سطوح مختلف در بالاترین سطح قرار داره، آمادگی همکاری در حوزه‌های مختلف موجود. حالا طبیعتاً بیشتر محوریت این سفر در حوزه‌های اقتصادی است. قبلا دو کشور همکاری های موفقی رو در حوزه‌های مختلف مثل حوزه‌های امنیتی و مبارزه با تروریسم داشتن، همان گونه که در این فصل مبارزه با تروریسم همکاری ها مؤثر بوده، جدی بوده، تعیین کننده بوده و دو ملت و دو کشور در کنار هم دیگه بودن. با توجه به امکانات فنی مهندسی و توان فنی مهندسی کشورمون در فصل سازندگی هم به نظر میاد که دو ملت خوب میتونن در کنار هم بایستن و دو کشور همکاری های متقابل داشته باشن. مزایای اقتصادی هم طبیعتاً برای هر دو کشور این همکاری ها خواهد داشت، چرا که این همکاری عالی اقتصادی و زیربنایی برای هر دو کشور سودآور هست. ظرفیت های بخش خصوصی به ویژه سعی شده که در این سفر مورد توجه قرار بگیره که امکان بهره برداری ظرفیت های تجاری، اقتصادی، توان های خدماتی، فنی و مهندسی داخلی در سازندگی سوریه و بهره برداری از بازار و امکان فعالیت اقتصادی در این کشور برای فعالان ایرانی وجود داشته باشه. البته سایر حوزه هم در این سفر مورد توجه قرار میگیره. من به عنوان مثال عرض میکنم برنامه‌ریزی برای تسهیل و تقویت زوار ایرانی در کشور دوست و برادر و همسایه سوریه که اقدامات مقدماتیش هم انجام شده، تسهیل و تقویت ناوگان هوایی دو کشور یا زیرساختهایی که برای این حوزه های فرهنگی مورد نیاز است، تقویت آموزش زبان فارسی در این کشور و سایر حوزه ها هم در مناسبات هست. اما محوریت اساسی تقویت مناسبات اقتصادی در استمرار مناسبات گذشته به ویژه امنیتی است. سعی میشه انشالله دیپلماسی همسایگی در امتداد میدان قرار بگیره تا امکان بهره برداری مشترک از اینها فراهم باشه برای دو ملت.